جناب دکتر سهاب هم تشریف آوردن، صدای اضافه تو لایو هست. متاسفانه دیگه منزل هستیم، استودیو نداریم. تا استودیو رو فعال بکنیم به مقداری طول میکشیم. بله جناب دکتر، درود بر شما. درود بر همه عزیزان. شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید. خدمت همه شما برادران خواهران گلم، اونایی که عزیزان من هست. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خواهش می‌کنم. اگه اجازه بدید من این هسفی رو بزنم ببینم صدا بنده حقیقی تعبیر می‌کنه یا نه. الان می‌دم. بذارم جناب میهمان عزیز. بله صدا خوبه. خوشبختانه صدا خوبه. خب در خدمت دوستان هستم. یه چند نفر از عزیزان اگر تشریف بیارن یه کار رو ما بله می‌کنیم. اینم بگیم که این جلسه با اون کلیپ ابتداییش در ارتباط. اگه میشه کلیپ رو پخش کنید جناب آقای مهربان عزیز. کلیپ رو پخش کنم؟ من امکان پخش ندارم متاسفانه اینجا. پس حداقل بعدا به عنوان لینکش رو بذارید تا دوستان خودشون بتونن این کلیپ رو بله کلیپ در کنن، شاید دوست داشته باشن. بله کلیپ در اینستاگرام بنده هست. بله کلیپ در اینستاگرام بنده هست. حتما در انتهای این لایو یوتیوب هم اضافه خواهم کرد. حتما در دیسکریپشن می‌ذاریم در خدمت سروران هست. جناب دکتر یه سری سوال برای من پیش اومده که به چه صورت هست این استاد گرانقدر جناب نوریزاد اینقدر خیلی ایشون از طریق هوا فتوسنتز میکنن، ارتزاق میکنن یا به نوعی فتوسنتز کنایه جالبی؟ بله جالبه. من نمیدونم خب واقعا برای ما مشخص نیست که چجوریه آقای نوریزاد با مرتضای هندی رابطه داره، به چه صورت هست که ایشون 85 جای صورتش رو ایشون میفرماید که روز 85 بود که به خودم ضربه بزنم یا به خودم. شما که پزشک هستین من ازتون خواهش میکنم اینو بفرمایید به چه صورت میشه که یک صورت جای 85 تا زخم داشته باشه؟ این زخم ها به چه صورت میشه توی صورت وارد بشه؟ و اینکه شما ایشون گفتن 85 این زخمه. بله ولی وقتی اینکه رو صورتشون بود جای خونریزی بود که شستشون نداده شده. بله شسته نشده بود. من زخمای حریزی بود، من بکنم بلیدینگ داشت. البته تو فیلم دقیق مشخص نیست. بله به نظرم این که ایشون شما که زندان تشریف بردید و زندان رو تجربهش رو دارید، آیا با گفتگوهایی که ایشون فرمودند اتاق افسر نگهبان رو با دسته تی به هم زدن، گلدونا رو شکستن، عمامه روحانی رو در مسترا انداختن؟ خیلی جالبه برای من. و هلوهوش یک ساعت تمام زندان رو به گفته خودشون شورش کردن، به چه صورت میشه این؟ آیا مردم رو طور دیگری فرض کردن یا اینکه کلن دنبال اینن که از خودشون یه قهرمان بسازن و اپوزیسیونی که مردم رو داره گمراه میکنه قهرمان کاملا پوشالی؟ و اینکه به چه صورت هست این قضیه؟ شما لطفا بفرمایید. خب الان ما سه تا سوال داریم. اصلا ماهیت اعتصاب غذا چی؟ اعتصاب غذا چی؟ از نظر فیزیولوژیک. دوم این که در ایران اعتصاب غذا چه شکلی و به چند نوع هست. سوم این که آیا سوپرمن داریم در زندان‌های ایران یا نداریم؟ خب ببینید دوستان، زندانی‌های سیاسی معمولاً در بعد به کارتون پروسه بازجویی یا حتی بعدش به دلایل تمدید. ایران هم انواع انفرادی رو داره. من از سه
سیستم بهداشتی نداشت، یه اتاق بود حدوداً 2.5 متر مثلا در 3 متر کوچیک بود. انفرادی هم بار آخر تجربه کردم که دوش تو کار داشت و سیستم رو بخشید مسترا و دستشویی همش هم به صورتی که برنامه‌ریزی شده بود و بزرگتر بود، یعنی مثلا حدود 3 متر و 70 بود در 2 متر و 8. انواعش هست. اما در سیستم انفرادی سیاسی عزیزم، من بندو نمیگم، داخل بندو نمیگم، مثلا من بند اوینو نمیگم، من تا خودم تو اوین زندان نبودم، اما در خوشه شهر تهران زندان بودم، در زندان سپاه. در داخل بندو نمیگم، در داخل زندان انفرادی شما رو که در سلول میارم بیرون چشماتون بسته است، شما رو در زندان‌های سیاسی چه مال سپاه باشه چه مال وزارت اطلاعات از در سلول میارم بیرون قبل چشمند به چشماتون زدن. چشمند ها با کشه، یعنی غیر ممکنه شما بتونید چشماتون رو باز کنید، نهایت بتونید شاید از زیر چشمند جلو پاتون ببینید. یک نفر هم همیشه دست راست شما رو میگیره. اگر احساس کنن شما دعوایی هستین به شما دستبند میزنن. دستبند هم انواع داره، اونه که زندان رفتن میدونن، بعضی ها دستبند ها توسط دو حلقه زنجیر از هم جدا شدن دست میتونه حرکت کنه، بعضی حالت قفل دارن، یعنی انگار دو تا دست انسان به هم دیگه کلید شدن و قابلیت کوچک حرکتی ازتون میگیرن. اگر احساس کنن که شما دنبال درگیری هستی به شما دستبند میزنن. یکی از دوستان نزدیک خودم یک بار درگیر شده بود، حالا به هر دلیلی، و تا 3-4 ماه حتی داخل اتاق، داخل انفرادی هم که میرفت روزی 12 ساعت برای اینکه عذابش بدن به دستاش، البته از جلو دستپنج میزدن، این کارو باش کرده بودن، عذابش میدادن. عزیزان اگر در انفرادی شما بخواید چشمند رو بردارید، چیز خاصی هم نیست دیگه، سالون رو میبینید باش. یا اینکه بخواید افسر نگهبان رو بزنید، من فکر میکنم همه تون میدونید بعد چه اتفاق میدونید. شما فقط کافیه اون نفری که شما رو هدایت میکنه رو بزنید، سریعا چندی نفر میان و اونطوری که خودتون میدونید با شما برخورد. این داخل انفرادیه. به یاد داشته باشید اون کسی که کنار شما راه میره عضو سازمان زندان ها یا عضو وزارت اطلاعات یا عضو سپاه، که معمولا در زندان های اطلاعاتی عضو سپاه یا عضو وزارت اطلاعاته. به این راحتی شما نمیتونید این آدم اینو که حتما مثلا شما آقای نوروزی که گفتیم فکر کنم 70 خورده سالشون باشه، چون 70 سالش نمیتونن یک نفر که جوان هست دور دیده است بزنن و بعد برن شیشه رو بشکنن. این چیزا به نظر من ثقیله. من خودم 3 بار زندان بودم عزیزان و رک بگم ثقیله. این در مورد انفرادی. اما اگر خواستید در مورد داخل بند توضیح، داخل بند تا بند معمولا به یه سالن راه داره، داخل بندها هواخوری بندها هستش، فروشگاه های وجود داره، همین چی هست اونجا، بله داخل بند. اما داخل انفرادی شما یه نفری میخواد چیکار بکنی؟ به فرض یکی رو داری با باقیشون چیکار میکنی؟ و بعد اونها که بیکار وای نمیسن که، شما رو در شرایط تنبیهی هم قرار میدن. در داخل هم زندان که ما بودیم، حتی وقتی ما رو به بند میبردن، یه جایی هست به نام بند تنبیهی، مؤدبانه بند ارشاد، برای چند ماه در اختیار شما قرار. این از این. اگه اجازه بدید ما در مورد اصل قضیه صحبت کنیم. اصلا اعتصاب قضا چیه؟ به نام مهرگان زنده باشید. ببینید دوستان عزیزان، اعتصاب غذا اینجوری نیست که شما اصلا آب نخورید یا اصلا هیچ نوع انرژی رو دریافت نکنید. چند نوع داره اعتصاب غذا. اعتصاب غذای خشک است، این دیگه کامله. یعنی چی؟ همون کاری که آقای مرحوم و عدا صادر کرد چندین سال پیش، نه آب خورد نه غذا، و ایشون روز 9 بود یا روز 8 9 دهان فوت کرد با خونریزی معده و مشکلات هم. این که میگم اعتصاب غذایی که الان هست از این نوع نیست دلیل داره. دوم اعتصاب غذایی تره که افراد دارو میخورن، گاهی اوقات آب میخورن و آبغندی چیزی هم بهشون میدن. اعتصاب غذایی تر تو ایران خیلی شایعه. نوع سوم که بیشترین اعتصاب غذایی که در ایران داری، اعتصاب غذای ترکیه. این برمیگرده به زندان‌های ترکیه
و گروه های کرد که در اون زندان ها بسیار اعتصاب غذا، از اونجا شروع شده، از ما در ایران اونها رو ادامه داد. شما اگر نگاه کنید، من یه مثال میزنم، آقای بابی سانف که این مبارز ایرلند بود، مال کشور ایرلند شمالی، ایشون تو دهه 1970 بذارید من یاد داشتم رو نگاه کنم، 65-6 روز غذا میل نکردن و فقط آب خوردن و ایشون فوت کردن. این آدم 28 سالش بود، ورزشکار بود، بوکسور بود و خیلی آدم قریب، ولی کشته شد. تو تهران هم اگه نگاه کنیم، نزدیک سفارت انگلستان، بچه های تهران میدونن، یه خیابونی هست به نام بابی سان که اصلا قبلا زمان شاه در اصلی خیال سفارت انگلستان تو هم خیابون بابی سان بود. من از اون موقع یادم، بعد الان کردنش در خواسته یا بردن از اون بعد، اصلا جمهوری اسلامی عمدن اسم خیابون کرد بابی سان که انگلستان رو هر روز خجلت بده. اگه دقت کنیم در ایران هم ما داشتیم از سامانه پادشاهی فردی به نام آقای وحید صیاد نصیری، ایشون 60 روز فکر کنم 61 روز اعتصاب غذای تر داشت. اما حالا چطوریه که آقای نوریزاد 120 روز غذا روشون میل میکنه؟ حتی گفتن این دفعه دارو هم نخورده بودم، حالا کاری ندارم، ایشون داروهاشون رو معمولا میل میکنن، آب میخورن، چای نبات میخورن، ویتامین C میخورن، آب غند میخورن. این کلیت اعتصاب غذایی ترکیه. اعتصاب غذا رو اصولا یه زندان یعنی انجام میده، یه زندانی اعتصاب غذا میکنه تا به خواسته هاش برسه، یعنی از جون خودش مایه میذاره تا به خواسته هاش برسه. حالا اگه شما میبینید یه نفر میره زندان، مثلا مثل آقای اگه یادم باشه من آقای خزعلی بود، 112 روز غذا نمیخوره، بعد میبرش بیمارستان، الان هم میبینی سر مورو گنده است. این یه خورده حتی با علم پزشکی هم نمیگنجه. من قبول دارم آقای خزعلی خودش پزشکه، چشم پزشکه، چون و جراح لیسانس او هم داره، ولی حتی یه دکتر هم باشی استفاده از کاربرد داروها رو بدونی، چند روز که غذا نخوری، حالا یه مدت کبد جورشون میشه، بعد خب ماهیچه‌ها و اندام‌ها شروع میکنن به جذب شدن، بدن نیاز به این قند داره، اول از چربی‌ها استفاده میکنه، بعد هر چیزی رو تو متابولیسم خودش هضم میکنه. ولی از دوستان دارم میپرسم چطور ممکنه یه بوکسور در حد 26-27 سال سن، زیر 30 سال، قهرمان بوکس به نام بابی سان، روز 66 به فجیع‌ترین شکل بمیره در زندان های بریتانیا، اونم با اون اشه؟ صدای منو داری آقای مهرگان؟ آقای مهرگان صدای شما هست قربان؟ بله خب هر چند ثانیه یه بار یه تیک پس بزنید عرایز بعدی که من بدانم صدای شریف شما میده. بابی سان با اشل انگلستان با شرایط انگلستان کشته میشه. 3 سال پیش آقای وحید نصیری در ایران در زندان قم، لنگرود بود که دو تا زندان قمه دیگه، دو تا بچه های سیاسی میدونن قم دو تا زندان داره، نه ساحلی زندان لنگرود، روز 60 میره، ایشون 30 سالش بود. من از شما میپرسم چطور آقای نوریزا دو برابر 120 روز دو برابر آقای وحید صیاد نصیری اعتصاب میکنه و نمیمیره؟ الان هم سرمور گنده است. من امیدوارم ایشون سالم باشن، ولی سوالم اینه آقای نوریزاد 70 سالشه به بالا، آقای وحید نصیری 30 سالش بود، یعنی خیلی جوان‌تر بود، همسن پسر ایشون بود. آقای وحید نصیری هیچ بیماری نداشت آقای مهرگان، آقای نوریزاد مشکل فشار خون و قلب و عروق و قند داره، ایشون 120 روز غذا نمیخورن، سرمو رو گنده. وحید نصیری مال یه دونه صاحبه بود، لینکشو داده بود، لینکو خوندم، خانم ستوده در این مورد نوشته بود، حالا انگار خانم نرگس محمدی، این در اصل متعلق به ایشونه و چند نفر از همدیگه روایت کرده بودن، خصوصا این که من میگم خانم، اگر از بدید من اینجا پیدا کنم،
فکر میکنم خانم محمدی هم 42 روز اعتصاب غذا داشتن، شاید بنده اشتباه کنم ولی همین حدود بود، الانم 42 روز 43 روز. ازشون پرسیدن شیوه اعتصاب غذاتون چیه، گفته بودن همین روش ترکی، چیزی که به اعتصاب ترکی معروفه، یعنی فرد آب قند میخوره، آب نبات میخوره، چای شیرین میخوره، ویتامین C و داروهاشو دریافت میکنه و در حقیقت قند بدنش رو سعی میکنه به این طریق تامین کنه، یعنی مقدار زیادی گلوکز گیر بدنش میاد. اما اگر خاطر خودم رو از من خودم طبعا حساب غذا نکردم، درگیر نشم کسی ولی خب تو من دیدم، تو ساختاری هم که بودیم دیدم که عزیزان اعتصاب غذا بکنن، هم کسانی رو دیدم که به حرفشون پایبند بودن، هم کسانی دیدم که دروغ میگفتن. و شرایط قانونی اعتصاب غذا رو اگه بخواد این چیز که خودم دیدم براتون تعریف کنم. حالا مهربان اگه میخواین در مورد شرایط اعتصاب غذا صحبت کنم، من نظر قانونی چطور بیدیم؟ بفهمید، خواهش میکنم. اگر صدای بنده رو میشنوید، بله بفرمایید. جناب دکتر صاحب، آقای مهربان صدای بنده رو دارین قربان؟ نمیدونم صدای بنده هر رو دارید. بله صدای شما رو دارم. بابا اجازه بدین چند لحظه. آقای مهربان خب من فکر کنم صدای بنده رو دارم. قربان صدا هست شما بفهمید. درود صدا هست شما بفهمید قربان. خب آیه نیگان امیدوارم از خانم راد که ما رو الان دارم در واتساپ راه نمید میکنم. ببینید در اعتصاب غذا اول شما باید یه برگه رو در چند نسخه امضا کنید، زیرش رو انگشت بزنید که از خوردن غذا استنکاف میکنید. یعنی زندانبان ها حالا در صف غذا نمیدونم دیگه غذا رو بیارن داخل اتاق، در انفرادی بسته غذا رو به شما هرچی که از تحویل دادن و شما نمیدید، این رو باید زیرش رو امضا کنید و بگید داروهاتون رو میخورید یا نه. اینها باید به صورت کتبی با تاریخ و ساعت نوشته بشه و زیرش رو فرد انگشت بزنید. تو زندان انفرادی معمولا در انفرادی های سپاه ها وزارت اطلاعات داخل اتاق دوری نیست، یعنی اگه یه اتاق رو تصور کنید که به شکلی مستطیله. ببخشید خانم راد اگر صدای بنده رو دارید دوباره تو واتساپ به من بگید صدا میاد. اگر یه اتاق به صورت مستطیله قطر مستطیل رو در نظر بگیرید، دو تا دوربین هست، یکی از قسمت موندی نزدیکه، یکی در انتهای اتاق. تو هم که کوچیکه دیگه همه جاشو پوشش میدن، خیلی دقیقا میدونن شما آب غذا تو میخورین یا نمیخورین. این است. حالا بعد میاد، ممنون فرمودن خانم راد که صدا بند است، بعد میاد و شروع اعتصاب غذای خودش شروع کردن. حالا آب رو میخوره، معمولا آب رو میخوره، حالا در مورد داروهاش هم صحبت میکنه. این فرد گاهی اوقات سعی میکنه که یه چیزهایی رو برداره. اینجا اگر داخل بند باشه از طریق همسرگوگو ها هم بندی ها خود سازمان زندان ها و مراقبین و زندان ها از هر سازمانی که باشه، معمولا سپاه دیگه در ایران میگه این کار تو بند های وابسته به سپاه یا وزارت اطلاعات میگه، حتی در داخل زندان اوین هم سپاه هم وزارت اطلاعات بند دار متوجه میشن که طرف سر حرفش هست یا سر حرفش نیست. بعد از چند روز اگه واقعا فرق سر ارزش باشه، سعی میکنن ریش سفید بفرستن. این تجربه من با چشم خودم دیدم، یه نفر رو میفرستن حالا داخل انفرادی نه داخل بند میدن تو اتاق، حالا بهشون صحبت کنه، میگه مثلا آقای فلان میخواستت چیه، چی میخواد، چرا غذا نمیخوری سه چهار روزه،
خواستگاه چیه؟ حالا صحبت میکنم با کارشناس پرونده، تو ایران جدیدن به بازوی 20 ساله میگن کارشناس، چرا؟ چگونه میشه به تو کمک کرد و فلان اینا؟ معمولا هم دروغ میگن، سعی میکنن فرد به نحوی از انها بره دو تا لقمه غذا بخوره، چون نمیخوان به این راحتی کسی زیر زمان بشه. اما گاهی اوقات شما میدید من خوردم غذا نخوردم تا آبی همدن بیرونش کرد در از بردنی روحانیت میدید. این بزرگوار کار جالبی میکرد، به دیگران میگفت، امضا میکرد، اون نامه رو میدویستش که این آقا، این آقا چون الان هم فکر میکنم در داخل ایران هست، من اسمشو نمیدونم، به بعدا اسمشو بابای مهرمان، این آقا میگفتش که اعتصاب غذا کرده، من غذاش که بهش تحویل میدادن نمیخورد، اما من دیدم که شیر میخورد، من اینو با چشم میکنم، چای میخورد، نبات و قند در اختیارش بود، خورما میخورد، تجبی رفت در سرویس بهداشتی و دو تا دوست داشت، این یکی این که رخ یادم اینو من یادم نمیده که اینها گوشتای غذاشون رو غذای خودشون نه غذایی که سرمیشون میبرا و دوستانی که زندان هستن میدونن معمولا به صورت دیگ میاد وسط داخل اتاق، در بعضی از جا که مال اطلاعات نه به صورت این بسته غذایی که با مصرف ایشون میرفت مثلا دو سه تیکه گوشت از دوستاش براش میذاشتن یه جایی و اونها رو برمیداشت و استفاده میکرد. جالب بود، مثلا 20 روز اعتصاب غذا کرده بود اما هیچ تغییری تو زایش ایجاد نشده بود. شرایط فیزیولوژیکو داشت. خب اینجا مطمئنن سازمان زندان ها یا وزارت اطلاعات سپاه میفهمه اونا پزشک دارن، اونها شعور دارن و اونها تجربه دارن، روی این مسائل معمولا زیاد مانور نمیدن و طرف رو جدی نمیگیرن. وقتی طرف رو جدی میگیرن که بدانن طرف واقعا چیزی نمیخوره جز آب، داره میمیره و ممکنه، اینو تکرار میکنم، قسمت دومش از قسمت اولش مهمتره، مردن یه زندگی برای جمهوری اسلامی مهم نیست. چی مهمه؟ این که نهادهای حقوق بشری مثل بنیاد عبدالرحمن برومن و یا خیلی از سازمانهای دیگه بیا روی موضوع مانور بدن. جمهوری اسلامی از اون میترسه. برای جمهوری اسلامی، ببخشید صدای من گرفته، من لارنجیت کردم، گلو مفونت کرد. جمهوری اسلامی اصلا اهمیتی نمیده که زندانی برای چندان مهم نیشد، برای زندانبان مهم باشه دوخه گردنش، ولی برای تمامیت زندان مهمی. جمهوری اسلامی از نهادهای حقوق بشری واقعا واهمه که بیان بگن آقای وحید صیاد در اعتصاب غذا در زندان خون بعد از 60 جان در خدمت شما هست. سلام قربان، صدای منو داری شما؟ بله بالاخره صدای از اتاری دارم. بله من صدای من رو دوستان ندارن خیلی ها متاسفانه. شما در مورد این چه نتیجه خواهید گرفت بالاخره؟ دوستان خیلی زیادی نداریم. من باید فیلم اینستاگرام رو تو یوتیوب بگذارم. خب عرض کنم اینو من خدمت شما بگم، الان دوستان من پیام میدن هر 3 دقیقه یه بار، تو صدای منو دوباره داره به شدت برمیگرده و میگن که در اینستاگرام صدای ما شنیده میشه، در صدای کیفیتش بده، در یوتیوب کیفیت بده. الو بله، داره زیادی از گلوکوز و مورد نیاز بدنشون رو به دست میدن، وگرنه امثال بابی شانز 27-28 ساله
امثال وحید نصیری صیاد 30 ساله بدون هیچ بیماری زمینه‌ای ظرف 60 تا 65 روز کشته شدن و غیر ممکنه یه آدم 70 ساله با اعتصاب غذای تر با وجود ناراحتی قلبی و فشار خون و دیابت 120 روز زنده بونه. همچین چیزی در علم پزشکی ممکنی مگر اینکه اعتصاب غذای ترکی باشه دیگه. چه فرقی میکنه که دوستان بیان نون پنیر سبزی بخورن؟ یه خورده فرق میکنه، خب فرق میکنه، ولی در کل اینکه بیان قند و نبات و خرما و اینا بخورن نسبت عمده کار جبران میشه. اما داریم میبینیم که آقای خزعلی یا مثلا آقای نوریزاد کامل و سالم زنده و برحال هست. در مورد زخمای روی صورت ایشون، در مورد 85 زخمی که ایشون میفرمایند میشه بیشتر صحبت کنیم؟ ببینید در علم پزشکی ما یه قسمتی داریم به نام پزشکی قانونی که تو اروپا 3 تا شاخه هست، تو ایران 1 شاخه هست. تو اروپا 3 تا تخصص میده، تو فرانسه، تو ایران فقط یکی. در اینجا باید ابعاد زخم، محل زخم، عمق زخم مورد بررسی قرار بگیره. اگر زخم عفونت بکنه یا نکنه همین رو باید بررسی بشه. از اونجایی که ما هیچ زخمی رو، خب آخه ما کشون رو برهنه نکردیم زخمی رو ببینیم، پس قضاوت غیر کارشناسی خواهد بود. اما در زندان‌های ایران اگر کسی مورد ضرب و شتم قرار بگیره میتونه همین اصلا اون برگی رو پر نکرد، ولی داخل برگ این مال انفرادی بود. من فکر میکنم و شهادت بدارم، ولی فکر میدونم 85 زخم عمیق بوده باشه برده. چون اگه قرار باشه زخم عمیق باشه و عبور کنه ناحیه زیر بخار رو در برده ماهیچه رو پاره کنه یا استخوانی رو مورد شکستگی قرار بده، طرف این راحتی نمیشه. این چیزی هم که من دیدم دو تا بود، یکی ایشون صورت با دو تا جراحت میشه گفت تازه تو خون صورتشون بلیدینگ پاک نشده بود وارد در میشن، یکی هم نه بدون عصا و راحت وارد میشن. من نمیدونم کدومش واقعی بود کدومش فیک بود، فقط من میتونم بگم که یه خورده برام عجیبه که یک آدم سالم 30 ساله بدون هیچ بیماری با 60 روز اعتصاب غذای تر جونش رو از دست بده. اونم آقای وحید نصیری صیاد در زندان های جمهوری اسلامی با آقای نوریزاد با 120 روز اعتصاب غذا در 70 سالگی با 3 نوع بیماری سر و سلامت بیاید. شاید هم ما اشتباه میکنیم، ایشون مثلا توان خیلی بالایی داشتن در دوران جوانی، ولی من فکر نمی کنم 70 سالگی سن جوانی باشه. ایشون پیر هستن بی تردید، هر جوری حساب کنید ایشون مسن هستن، بدن فرسوده‌ای دارن، بیمار هستن. و تعجب من در اینه که چطور بابی سانز 65 روز عمر میکنه که قهرمان بوکسه، وحید نصیری 30 ساله 60 روز عمر میکنه بدون بیماری، ایشون با بیماری 120 روز. یا آقای خزعلی که ایشون هم 60 خورده سال سن دارن 112 روز عمر میکنن. بعد من امیدوارم همه زنده باشن بعد کنار خانواده شون. اما برای ما عجیبه، یعنی اینکه خانم محمدی فرمودن که اعتصاب غذا از نوع ترکیه، من دقیقا میدونم ایشون دارن درست میگن. یعنی عزیزان هر روز چند تا آبغند و آب نبات و خرما و اینا رو میل میکنن، اگر جز این باشه ممکن نیست کسی سر روز آب کنه بدون اینکه خندی وارد بدنش بشه. مگه چقدر گلیکوژن تو کبد هست؟ مگه چقدر طرف ذخیره چربی داره؟ بله در بعضی از کلیپ ها در بعضی از مثلا 6 ماه چربی بدنشون رو میبرن بالا، غذا میخورن
درسته، من افرا قبول دارم، ولی اگه به عکس های بابی سانس نگاه کنید یا آقای وحید سیاد نصیری، هر دو قبل از اینکه برن زندان آدم های بسیار هیکلی بودن. اینا تو 60 سال کشته شدن دیگه، یکی با استانداردهای بریتانیا، یکی با استانداردهای جمهوری اسلامی. آخه چجوری یه نفر 120 روز به گفته خودش آب و دارو خورده و زنده مونده؟ خب دچار خونریزی معده نشده؟ ایشون دچار مشکلات کاهش قند خون نشده؟ چون که هایپوگلیسمی یا هایپوگلیسمی، چون که کاهش قند خون برای ایشون دست نداده. من فکر میکنم مطالبی هست که ایشون باید بیان بگن. یه چیز دیگه هم هست عزیزان بزرگواران، در ازای هر یه نفری که شو بازی میکنه جلوی دوربین، صدها زندانی توان که دارن به سختی مبارزه میکنن واقعا سر اکسابداش ما هستن. من دیدم و ما حتی اسماشون هم نمیدیم. درود بفرستیم به شرف کسانی که واقعا زندانی سیاسی هست. من یه سوال رو مطرح میکنم عزیزانی که صدای من میشنوید، برادران و خواهران من، اگر شما بیایید همین خودتون، همین تو شما در یکی از شهرهای ایران با بی بی سی یا ایران اینترنشنال مصاحبه بکنی، بعضیت جمهوری اسلامی هم حرف بزنی، چی کارت میکنم؟ چطور این آدم ها با عکس مشخص با آدرس و خصوصیات معلوم هر روز بر ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنن و الان زندن؟ من امیدوارم همیشه پاینده باشن، ولی تعجب میکنم چطور بعضی از اینها جمهوری اسلامی چندین سال راحت میذاره بعد یه دفعه بازداشت میشه، و چطور از وسط بند، حالا اونجا تلفن هست، اونجا تلفن هست، ولی چطور از وسط بند یا انفرادی تصویر میفرستن؟ تلفن ثابتی که به دیوار بند زده مگه عکس میفرسته؟ چطور بعضی از این افراد میان ادعا میکنن داخل انفرادی تلفنی دارن که میتونن آزادانه با دیگران صحبت کنن؟ عزیزان داخل انفرادی تلفنش به این شکله، وقتی ما رو میبردن انفرادی، یه تلفن به صورت گوشی موبایل که مال سازمان اطلاعات سپاه یا مال وزارت اطلاعات بستگی داره کجا ببرن، این تلفن 120 ثانیه یا 180 ثانیه فعاله و شما میتوانید به بستگان درجه یکی خودتون زنگ بزنید، یعنی والدین، خواهر، برادر، اون شما هم باید اومده باشد. یعنی شما نمیتونی از خودت عکس بگیری که آقا من کتک خوردم اینو بفرستی برای بی بی سی، همچین چیزی غیر ممکنه عزیزم بزرگواران، غیر ممکنه. تو انفرادیش که اصلا محاله همچین چیزهایی شده نیست. خانم راد اگر صدای من پخش میشه دوباره تو واتساپ پیام، محاله. 0%، 0% ممکنه شما گوشی هوشمند با دوربین تو انفرادی داشته باشید. شما تو انفرادی روزی 20 دقیقه روزی نیم سر بهتون هواخوری میدن، میخوای بری و بیای میگردنه تو هواخوری. ممنون دوستان فرمودن صدای بنده هم در یوتیوب هم در اینستاگرام خوبه، من چکه خانم را لطفا شما از صدای یه بار دوستان گوش کنید. شمایی که تو اتاق انفرادی هستی میخوای از اتاق خودت بری داخله هواخوری که جز خودت هیچ کس دیگه نیست، یعنی یه اتاقی که سقفش رو برداشتم فقط، اونم سقفش دو لایه دو لایه سیم خاردار یا فنس این تور مرغیایی داره خیلی محکم با ارتفاع 4 متری میگردنت اتاق تو وقتی تو رفتی بیرون میگردن. چطور ممکنه گوشی هوشمند داشته باشه کسی تو انفرادی؟ بله من شنیدم، خودم اونجوری ندیدم، ولی شنیدم که بعضی از آدما به صورت قاچاقی تلفن دارن، تلفن همراه جاهای از بدنش محفوظ میکنن که اینم جزو شرایط فوق العاده سخت داخل بند، داخل بند عادی نه داخل بند تمیزی، داخل انفرادی. ببخشید من اینطوری صحبت میکنم، حالا من آقایون نمیدونم، خانوما رو نمیدونم، داخل بند انفرادی لباس زیر ما رو شورت ما رو از اون میگرفتن و
ببخشید من گلوم عفونت کرده، صدا خوب بالا نمیاد. عزیزان نوازی رو ازمو میگرفتن، من پام آسیب دیده بود، پام آسیب دیده بود، جوراب پوشیده بودم، گفتن جوراباتم باید بدی، جوراباتم ازم گرفته بودن. لباس هایی که در انفرادی سازمان اطلاعات سپاه هست اصلا جیب نداره، همون روزی دوبار میگردن کل اتاقتو میگردن. تنها کتابی که من در انفرادی دیدم به من دادن، خیلی هم روزه لطف کردم، یه قرآن، هیچی جز قرآن بده نمیدن، هیچ، با یه ظرف پلاستیکی یه بطری یه لیتری آب، آب هر وقت بخوای بهت میدن. ولی غذا کاملا حجمش مشخصه، ظرفش پلاستیکیه، همون ظرف پلاستیکی رو ازت کامل تحویل میگیرم. اگر قرصی به تو دادم باید جلوی چشم افسر نگهبان یا زندگی گفت والا بلا دروغه، دوربین کجا بود تو انفرادی؟ برادران و خواهران من اینو میگم دقیق گوش کنید، اگر کسی به شما گفت در داخل انفرادی با عوامل سپاه و وزارت اطلاعات درگیر شد، زد چهار نفر رو زد و سپاه یا وزارت اطلاعات بلایی سرش نیاورد، بدانید که اشتباه میکنه و دروغ میگه. خب دروغ مجدد ما از طریق این ادمین خودمون در ایران خانم رار تنظیم میکنیم، یعنی ایشون که به ما میگن صدا قطع شو، ما دوباره قطع میکنیم و دوباره زنگ. ببخشید امشب انگار استاد مهربان دچار مشکل سخت افزاری شدن و بعد حقیق و تحقیق در بودن. من یه خاطره براتون میگم، این واقع من رو چند سال پیش برده بودم، آخرین باری که ایران بودم چهار سال پیش از ایران من خارج، من رو برده بودن حدود که به تمام میگم 6 سال پیش برده بودن به انفرادی و برای جلسات بازجویی میبردن به طبقه با چشم بست. در تمام این ده ها جلسه بازجویی حتی یک بار چشم من باز نبود، یعنی من رو داخل اتاق چشم بندی زدن. خانم راد اگر صدای من نمیشنوی دوباره همون 3 دقیقه به من دواز داخل اتاق چشمم میزدن. وقتی منو برده بودن در داخل اتاق بازجویی چشمم رو برمیشتن، من روبروم یه شیشه بود، یه میز بود که من یه طرفش بودم، روبروم هم یه شیشه بود، طرف من کاملا روشن بود، طرف مقابل یه شیشه دودی بود و کاملا تیره بود، یعنی من هیچی از طرف مقابل نمیدیدم، من بازجویم که نمیدیدم، صدایی میشنیدم از اتاقی که نمیدونم چقدر با من فاصله داشت و این صدا صدای فریاد و زجه بود. یه پسر جوان فکر نمی کنم 20 سالش هم جیغ میزد، نمیدونم اینو گذاشته بودن منو به ترسونن یا هر دلیلی هست، من نمیگم انسان قهرمان شجاعی نیستم، یه آدم عادی هم مثل شما، و من احساس میکردم این نوار نیست چون کتک داشت میخورد طرف، اینقدر زدنش صداشو میشنیدم بوده نیم ساعت تا صدای جوان قطع شد، صداش بریده شد. من به خودم جرأت دادم، به اصلا نگهبان گفتم ببین من آموخته های پزشکی دارم، میدونی من در یکی از همین رشته ها تحصیل کردم، میگه حالتون چطوره؟ اونها جواب نمیدن، چشم گره، چشمند سرت هم پایینه، یکی دستتو میگیره از پلایی برو برو کن با دمپایی با بدترین شرایط و خفت دادن. خوب گوش کنید، میگم چرا یارو رو زدی؟ فقط گوشن چی شده؟ میگه پررو بود. این که من شنیدم 35 دقیقه فکر میکنم نیم ساعت یارو رو زدن تا صداش بریده شد. یه پسر خیلی جوون، یعنی مشخصا صدای آدم خیلی جوون، و من فکرم اون موقع بود که این صدای نوار نیست، تو صدای طرف مقابل هم میومد جبهش موش میداد و میزدش، نمیدونم چند متر از اتاق بازجویی من فاصله داشت. عزیزان کسی اومد گفت من چهار نفر رو زدم، شیشه شکستم، نمیدونم عمامه آخوند رو برداشتم،
این آدم تو عمرش زندان وزارت اطلاعات و زندان سپاه رو ندیده. تو فقط دستتو دراز کن، نمیگم بزن، دستتو دراز کن ببین چجوری دستتو میشه. شما اگر بخواید روبروی یک ارگان اطلاعاتی بیستی، شاید تو خیابون بتونید این کارو بکنید، شاید شما بتونید در کشور خارجی این کارو بکنید، شاید در تظاهرات بتونید این کارو بکنید، اما تو سلول انفرادی، تو واحدهای انفرادی چی میخواید این کارو بکنید؟ شیشه رو زدی شکستی، چهار نفرم کتک زدی اونو کاری نداشتن. خب اولا که مشخصه تا میخوری میزنن، کارت هم که باید نداره، شکرم بهت میزنن، اسپری فلفل هم تو چشو چارت میزنن، دستم از خوش دست من میزنن، انقدر میزنن که خون بالا بیاد. این از دوستان نگیم نیست، کتک زدن به صورت کاملا سیستماتیک در زندان ایران میزنن دوستان، میزنن و چیزهایی بسیار بدتر از زدن، چیزهایی هست بسیار بدتر از زدن که به خاطر شرایط من نمیتونم بگم، فقط میتونم اینو به شما بگم، بدتر از زدنم. وقتی یک مرد رو، اصلا یک مرد و زن نداره، باید میگفتم وقتی انسان رو به ناموسش، به خانوادهش تهدید میکنن، وقتی میگن فلانی زیر این برگه رو امضا میکنی یا بریم خواهر تو بیاریم، زیر این برگه رو امضا میکنی یا بریم مثلا خواهر زن تو بیاریم، از طرف امضا میکنی. پس اگر کسی اومد گفت من سوپرمن، اگر کسی آمد و گفت من کار صدا آقای مهرگان بس شد، چون صدا آقای مهرگان که بس میشه صدای من بود، من صدای شما رو دارم قربان، من ارادت کیهانی شو برای انتقاد به چرخونی انقدر میزنن تا حرف زدن بیفتی، مثل این دوتا مثال مقاومت بکنی خوردت میکنن، به این کارها رو میکنن، از این زدن یه قسمتشه، تهدید با زنان و ناموس یه قسمت دیگرشه، علنا میگن خواهرت میگه به یه بهانه میاری، و خب هر انسانی در مقابل خانوادهش رو ضعف داره، کیه که در مقابل خانوادهش نقطه ضعف نداشته باشه؟ وقتی میری اینا رو جلوی قاضی میگی، وقتی میری اینا رو جلوی دادیار میگی، میگی شاهد داری، آخه من از شما میپرسم تو واحد بازجویی، تو زندانهای انفرادی رژال ما از کجا شاهد داری؟ اصلا من میدونم کی منو بازجویی میکنه، میدونم چه شکلیه، نمیدونم من چطوری میتونم شاهد بیارم وقتی خودم یه نفر تنها بودم. اگر بخوای شهادت تم ثبت کنی به دیگن شما داری تهمت زنی، دو سال زندان داره و افتاد دو ضرب شلاق که برای بعضی دوستان ما پیش می در خدمت شما هم نمای مرد. جناب دکتر صدای بنده رو داریم؟ بنده صدای شما رو دارم. بله خیلی زیبا برد ما برد سپاسگزارم. دوستی آمده این زیر نوشته از آقای نوریزاد چه خبر؟ ما الان تقریبا 47 دقیقه است داریم در مورد آقای نوریزاد صحبت میکنیم، ایشون دارن میگن از نوریزاد چه خبر. متاسفانه بعضیا من موندم چی بگم، میخوام دوستان از اول برنامه رو نگاه کنم ببینن چه خبر. خدمت شما عرض شود که یک مقدار هم در مورد خانم نرگس محمدی اگر توضیح دارید بفرمایید، و ایشون هم خانم نرگس محمدی عرض کردم خدمت دوستان، ایشون خودشون در جواب یکی از خبرنگارا که در توییتر هست اگه خواستن اجزا میتونن همین به این صفحه خانم محمدی و پیلاسته ها و پیرامونش نگاه کنن، خودش گفتن اعتصاباشون از نوعی دوستی، یعنی آبدن میتونن چشیری میخورن خورم خورم میخورن و چیزایی فکر نکنن اعتصاب مثل اعتصاب خدا صابر مثل مرحوم وحید نتیجی سیاده یا مثل بابی صاحب اعتصاب خوشک، یعنی نه آب بخوری نه قضا بخوری، مثل آقای هدا صابر 8-9 روز در رحمت خدا میری نهایت هست. آقای وحید نصیری و آقای بابی سانس یکیش اروپایی بلند شمالی یکیش ایرانی، هر دو 30 سال یا کمتر بودن، هر دو قدیه کم بودن، حتی تا حدی میشه گفت فربه چا
در روز 60 تا 65 هم کشته شدن. من شک منطقی مطرح میکنم. خودداری دوست منه. امشب هم با آقای مهندس خسروی صحبت کردم قبل از این جلسه، گفتم یا آقای مهرگان هم گفتن که دوست مشترک دارم آقای مهندس خسروی، ولی این رو میگم من نمیدونم، نمیتونم باور کنم که یه آدم جوان 30 ساله تو رودش قصدان کشته بشه، یه آدم 70 ساله با 3 تا بیماری، 2 تا بیماری قلبی، 120 روز اعتصاب غذا کنه و الان سالم راه بره. شاید هم ایشون سوپرمن هستن که از آن نمیخوره سندانه اطلاعات صفحه 4-5 نفر میدونم، من جو سوپرمن کسی رو با این خودت سراغ ندارم، شاید من نمیدونم همچنان سوپرمن شاید باشه. سپاسگزارم از توضیحات فراوانتون، از توضیحات کاملتون قربان. اگر بحث کامل کننده ای وجود داره کسی در پایان بفرمایید، اگر نه که همینجا بحث رو میبندیم و با دوستان خداحافظی میکنیم. من یک دقیقه میخوام بگم مبارزینی در ایران هستن، در همه استانهای ایران، خصوصا حالا مرکز که بیشتر استانهای بزرگ بیشتر، سالها سندانن، مبارزه میکنن، چون میدن و رسانه ازشون یادی نمیکنن. اعتصاب غذا که میکنن مثل وحید نفیری کشته میشن، مثل آقای خدا صابر کشته میشن. یکی از سامانه خودمون گفتم که از سامانه طرف مقابل حقی نداره، زندانی سیاسی هست، ولی بعضی شو بازی میکنن. من فکر میکنم بزرگواران بعضشون واقعا خودشون رو سوپرمن تصور میکنن، اما نمیدونم ماها رو چی فرض میکنن. اینو بگم واقعا نمیدونم ما رو چی فرض میکنن. 120 روز غذا نخوردن تو 70 سالگی ما رو چی فرض میکنن؟ خودشون که سوپرمن هم. آخه اعتصاب غذای ترکی اصلا دیگه اعتصاب غذا نمیشه. وقتی شما اعتصاب غذا داری انجام میدی یعنی اینکه هیچ چیزی نمیخوری نمیآشامی. اگر اعتصاب تر باشه خب فقط آشامیدن در کار هست، یک مقداری هم نمک، ولی وقتی که شما اعتصاب ترکی میکنی یعنی خب داری علنا به خودت قند و فیبر میرسونی، چای شیرین هم که میخوری خب یه دفعه منم بخور دیگه. دور از جون خوردن شما، ولی خب اگر دقت کنی اینا بیشتر شوه، همه رو نمیگم و توهین نباشه، ولی بعد از بزرگواران شو. من نظر کربلایی میگه 112 غذا نخوردن برای سالم داره میگرد، من ممکنه جناب دکتر، من نظرم شو نیست، نظرم اینه که جلوه دادن نقش اپوزیسیون های مخالف جمهوری اسلامیه، بعد جلوه دادن و لوس کردن این قضايا هست، لوس کردن یه سری از مبارزینی که واقعا به جد جونشون رو در راه گذاشتن. من نظرم اینه و اینکه میخوان اینها با این کار تمام کسانی که در راه آزادی دارن مبارزه میکنن رو یه جوری دیوانه خطاب کنن، یک طوری باشه که مردم دیگه رو حرفشون حساب نکنن. من بارها بارها این مثال رو میزنم، یک زمانی آقای به نام حخا وجود داشتن که ایشون قرار بود یک دوشنبه بیان و ایران رو آزاد بکنن، اگه یادتون باشه. بله سال 82 بعد دقیقاً یادم اومد. خب تمام مردم اگه یادتون باشه هر کاری که این بنده خدا میگفت انجام میدادن، میگفتش که ساعت 6 باشید برید تو خیابونا چراغ ماشینتون رو روشن کنید، نمیدونم فلان کار رو بکنید. مردم بیچاره ساده همه این کار رو انجام میدادن و هیچ کس نمیدونه که این برنامه برنامه دل سرد کننده اپوزیسیون های خارج از کشوره. گرچه تا الان هیچ اپوزیسیونی هیچ گلی به سر مردم ایران نزده و در راه رضای خدا موش نگرفت، یعنی همه اپوزیسیون های خارج از کشور اینجوری نیستن ها، ولی کلن نقششون بودنشون با نبودنشون زیاد توفیری نمی کنه. هرچه هست از داخل باید جوشیده بشه، ولی زمانی که شما بیای
از اپوزیسیون‌های خارج از کشور دل بکنی اون موقع است که میتونی برای آزادی ایران تصمیم بگیری. از نظر من اپوزیسیون‌هایی که پیشینه درستی مثل آقای نوریزاد ندارن، مثل نرگس محمدی ندارن، مثل آدم‌های تبرزدی که تا دیروز کارنامش مشخص بود و چه کارهایی که نکرده بود، اینها برای ماها کارنامشون کاملا مشخصه. جناب دکتر برای نقدامم خواهم از شما یک سوال بپرسم. هم بفهمی قربان جان، خواهش میکنم. هم بفهمی آقای مهرگان، میگم اون انسانی که 120 روز غذا نمیخوره ولی بازم زنده است و کاراش انجام میده، 85 تا زخم کوچیک و بزرگ برمیداره ولی بازم کاراش انجام میده، 120 روز دارو نمیخوره، تو کدوم یک از فیلم های هندی دیده میشه؟ حتی تو فیلم هندی هم وجود نداره. تو فیلم هندی هم که بخره 20 تا روز غذا نخوره 85 تا زخم برداره نمیتونه راه بره. باور کنید دلیم کمار و آمیتاب بچان هم در اینجا هم حد نیستن. من دوستی اینجا سوال نمی‌نوشتن، سوال کردم به نظر شما شهرام مهمانون و مردمه. ببینید دوستان، من اجازه هست جمع به تو جواب این بسید. من هفته پیش تلویزیونشون بودم بیده. من نمیدونم ایشون در قلبشون چیه ولی چیزی هم بردهد ایشون ندیدم. اون هست سعیم خواهد. اگر جمهوری اسلامی نباشد نانی برای خوردن نخواهد داشت. بعضی از اپوزیسیون ها زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشد اینها هم وجود دارند، ارتزاق میکنن از این را، ارتزاق میکنن از این را. علنن خود آقای شهرام همایون در جای گفتن که من نه اینجا رو ول میکنم پاشم بیام، نه دیگه تو ایران کاری دارم انجام بدم، یه دفتر دستکی واسه خودم دارم اینجا کارم انجام. ولی کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، دلشون برای مردم ایران میتپه، یا میرن شهید میشن یا روشنگری میکنن یا برای ایران جانشون رو میدن. کدوم یکی از این اپوزیسیون های خارج از کشور همچین کاری رو کرده تا الان؟ هیچ فراخوانی از اپوزیسیون های خارج از کشور تا الان برای مردم هیچ پرکاهی هم ارزش نداشته و همه به صورت خودجوش می اومدن. حتی دقیقاً امروز همه فراخوان‌ها در مرزه و شاید کار برونقرض نشون دادنش باشه. زمانی آمد نیوز، به نظر من زمانی آمد نیوز در تحریک مردم نقش کوچکی داشت ولی نه به اندازه خود داخل، اپوزیسیون‌های داخل که کاملا زیرزمینی دارن فعالیت می‌کنن. در هر صورت جناب دکتر از شما سپاسگزارم که رفتتون رو گذاشتید برای ما. امیدوارم که زنده باشید، رخت عافیت رو بپوشید. ممنون. من فقط این خواهشم اینه اسم این قسمت رو، اسم این که می‌خوام بدون یوتیوب رو بذارید سوپرمن، که ما میدونیم این سوپرمن چجوری 85 تا زخم برمی‌داره. سوپرمن ارتزاق میکنه از طریق فوتوسنتز. باور کنیم فوتوسنتز شما به یه درخت 120 روز آب ندید هم خشک میشه. اگه 120 روز آب ندید خشک میشه. اگه 85 ضربه با تبر بزنید قطع میشه. سپاسگزارم. خوش قربان شما. خدا نگهدار. خب دوستان، سپاسگزارم از لطفتون، وقتی که به ما دادین ممنون میشم. این لایو رو من سیو میکنم و در اختیار دوستان قرار میدم. پوزش میخوام از دوستانی که در یوتیوب ما رو دنبال میکردن و نقص فنی داشتم، صدا از بین رفت.